دوستان و همراهان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو قصد داریم در رابطه با قهوه صحبت کنیم. با فارسی مدیا همراه باشید و کسایی که برای اولین بار همراه فارسی مدیا هستند کانال رو سابسکرایب کنن. متشکرم. نکات عجیب و جالب در مورد قهوه که شاید نمیدانستید. قهوه خوش عطرترین نوشیدنی جهان، رازهای بسیار زیادی دارد که احتمالاً از آنها بی اطلاع هستید. این دانه های قهوه‌ای رنگ که پس از بو دادن و آسیاب کردن محبوب ترین نوشیدنی های جهان را می سازد، علاوه بر مصرف خوراکی، مصارف دارویی و غیر خوراکی نیز دارد. برای اینکه با دانستنی های جالب قهوه بیشتر آشنا شوید، از شما دعوت می کنیم تا انتهای این ویدیو با فارسی مدیا همراه باشید. قهوه یکی از منابع اصلی کافئین است. کافئین یکی از پرمصرف ترین و رایج ترین داروهای روان درمانی در جهان به شمار می رود، به طوری که مردم پس از مصرف کافئین هوشیاری و تمرکز بیشتری پیدا می کنند و به همین خاطر است که علاقه بسیاری به مصرف این عنصر از خودشان نشان می دهند. در سالهای اخیر تحقیقات متعددی به اثبات فواید کافئین پرداخته اند که از جمله می توان به تقویت حافظه، بهبود عملکرد بدن ورزشکاران، تقویت کبد و پیشگیری از پارکینسون اشاره کرد. حتی در مواردی مشخص شده که کافئین می تواند حس گرسنگی را تا حدی از بین ببرد. از این رو می توان از آن به عنوان عنصر کمکی برای رژیم تناسب اندام هم نام برد. محدودیت مصرف کافئین در اشخاص بزرگسال 400 میلی گرم در هر روز است. این مقدار معادل 4 فنجان 240 میلی لیتری با 75 تا 165 میلی گرم کافئین قهوه است. زنان باردار مجاز به مصرف 200 تا 300 میلی گرم کافئین در هر روز هستند. کودکان و بزرگسالان نباید بیشتر از 2.5 میلی گرم کافئین بر اساس هر کیلوگرم از وزن خود مصرف کنند. به طور مثال کودکی که 25 کیلوگرم وزن دارد مجاز نیست بیشتر از 62.5 میلی گرم کافئین در روز مصرف کند، به این دلیل که میزان تحمل افراد در برابر کافئین با هم متفاوت است. مثلا یک نفر با مصرف مداوم آن هیچ مشکلی پیدا نمی کند، اما فردی دیگر پس از مصرف مقدار غیر مجاز از این عنصر دچار برخی عوارض و بیماری ها می شود. این موضوع به سوخت و ساز و سایز بدن و چگونگی هضم قهوه در بدن اشخاص مربوط است. به همین خاطر ژنتیک نقش موثری در این تفاوت ایفا می کند. بریم سراغ مورد بعدی. قهوه به داروی معجزه‌گر مشهور است. مصرف روزانه 3 تا 5 فنجان قهوه باعث کاهش مرگ و میر، کم شدن خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و کاهش خطر بروز بیماری های پارکینسون، زوال عقل، التهاب شدید کبدی مثل سیروز کبدی و برخی سرطان ها مثل کبد و رحم می شود. به دلیل خاصیت معجزه آسای قهوه در جلوگیری از چنین بیماری هایی به آن داروی معجزه‌گر می گویند. علاقه به قهوه ارثی است. به گفته دانشمندان نحوه سوخت و ساز کافئین در بدن می تواند از طریق ژنتیک به ارث برسد. طی تحقیقی پژوهشگران با مقایسه افرادی از ایتالیا و هلند که قهوه مصرف می کردند دریافتند کسانی که ژن PDSS2 در آنها قوی تر بوده کمتر قهوه می نوشند. محققان این تئوری را مطرح می کنند که سرعت سوخت و ساز کافئین در بدن این افراد کمتر است و در نتیجه آنها برای بیدار ماندن و تجربه احساس شادی به کافئین کمتری نیاز دارند. بریم سراغ مورد بعدی. بیخوابی سیاه تلخترین و پرکافئین‌ترین قهوه جهان است. بیخوابی سیاه یک فنجان قهوه 355 میلی لیتری است که 702 میلی گرم کافئین در خود دارد. مصرف این نوشیدنی می تواند به عوارضی همانند عصبانیت، بیخوابی و تپش قلب شدید منجر شود. تولید کننده این قهوه شان کریستوفر در این رابطه بیان داشته که اگر به دنبال ترین ها هستید، این قهوه تلخ ترین و سیاه ترین قهوه است که تاکنون دیده اید. وی با آزمایش میزان غلظت این قهوه در مقایسه با دیگر نمونه های موجود در بازار بیان داشته که 58.5 میلی گرم قهوه در یک فنجان از بیخوابی سیاه بیش از دو برابر قوی تر از دارک روست های استارباکس است که حدود 21.25 میلی گرم کافئین دارند. آیا می دانستید قهوه بیرنگ در جهان داریم؟ آیا تا کنون نام کلیر کافی به گوشتان خورده؟ قهوه‌ای که ظاهری همانند آب و طعمی همانند قهوه دارد. کلیر کافی در واقع نخستین نوشیدنی قهوه بیرنگ در جهان به شمار می رود که از تمامی مزایا و تأثیرات قهوه برخوردار است. اما با این تفاوت که کالری کمتری داشته و دندانهای فرد را نیز سفید نگه می دارد. کلیر کافی از دانه های قهوه عربیکا تهیه می شود.
سازندگان این قهوه دو برادر به نامهای دیوید نگی و آدام نگی هستند و در رابطه با تولید این نوشیدنی بیرنگ گفتند دانه های قهوه پس از پشت سر گذاشتن مراحل تولید مقداری از کافئین خود را از دست می دهند که با اضافه کردن کافئین بسیار با کیفیت و طبیعی این کمبود را جبران می کنیم. لازم است اشاره کنیم که قهوه بیرنگ حاوی هیچ گونه طعم دهنده، شیرین کننده یا ماده نگهدارنده ای نیست و یک بطری قهوه کاملا طبیعی و اصیل به شمار می رود. هر بطری 200 میلی لیتری از این نوشیدنی حاوی 40 میلی گرم کافئین و 2 واحد کالری است. قهوه می تواند بوی نامطبوعی یخچال را از بین ببرد. اگر یخچالتان بوی نامطبوعی مواد غذایی را به خود گرفته، کاسه ای را از پودر تازه و استفاده نشده قهوه پر کنید و آن را به مدت 1 تا 2 روز در یخچال بگذارید. قهوه بوهای نامطبوع را به خود جذب می کند. قهوه سبب ثبت خاطرات بلند مدت می شود. علاوه بر تأثیر مثبت قهوه بر هوشیاری، دقت، تمرکز و روحیه، پژوهش جدید از اثر این نوشیدنی در تثبیت خاطرات حکایت دارد. در این تحقیق 24 ساعت بعد از اجرای آزمایش کافئین باعث افزایش بازدهی شد و محققان به این نتیجه رسیدند که کافئین خاطرات بلند مدت را بهتر تثبیت می کند. نوع قهوه‌ای که مردم می نوشند شخصیت آنها را مشخص می کند. کسانی که طعم تیز و تلخ اسپرسو را دوست دارند انسان‌های جسورتری نسبت به بقیه هستند و بیشتر از مردم عادی مسافرت کردن را دوست دارند. آنهایی که عاشق قهوه تلخ و سیاه هستند تقریبا غیر اجتماعی، خودشیفته و بعضن جامعه ستیز هستند. کسانی که قهوه را شیرین می نوشند خونگرم و صمیمی هستند. آنهایی که با شیر و شکر قهوه می نوشند شخصیت متعادلی دارند. کسانی که قهوه بدون کافئین می نوشند انسانهای محتاطی به شمار می روند و افرادی که قهوه فوری دوست دارند عموما اهل پشت گوش انداختن کارها هستند. قهوه از خودکشی پیشگیری می کند. کافئین موجود در قهوه در برخی فعالیت‌های مثبت مغز نقش دارد، مثل بهبود هوشیاری ذهنی و دقت، کمک به تمرکز و بهبود روحیه. با تقویت روحیه، افسردگی هم کاهش می‌یابد و خطر اقدام برای خودکشی کم می‌شود. طبق پژوهشی در سال 2013، کسانی که روزانه 2 تا 3 فنجان قهوه کافئین‌دار مصرف می‌کردند، خطر خودکشی در آنها به میزان 45% کمتر شد. پودر قهوه بوی بد دست را از بین می‌برد. بعد از خرد کردن سیر یا پیاز برای رفع بوی دست‌ها مقداری پودر قهوه‌ای استفاده شده را به دست‌ها بمالید و سپس آن را با آب گرم بشویید. مصرف قهوه اعتیادآور است. مصرف زیاد قهوه پیامدهایی همچون اضطراب، وحشت زدگی، خواب ناآرام، بی‌خوابی و وابستگی به کافئین را دنبال دارد. افرادی که به مصرف کافئین وابستگی دارند 12 تا 24 ساعت بعد از آخرین دوز کافئین می توانند حالت ترک اعتیاد به کافئین را تجربه کنند. این حالت ظرف 24 تا 48 ساعت رفع می شود و اصلی ترین نشانه آن سردرد است. زیاده روی در مصرف کافئین حتی می تواند منجر به مرگ شود. قهوه موقتاً فشار خون را بالا می برد. قهوه می تواند باعث افزایش فشار خون شود، اما این تأثیر کوتاه و موقت است و در دراز مدت اثر منفی دارد. صفر شدن عروق خونی منجر به افزایش فشار خون و بیماری‌های قلبی می‌شود، اما مصرف روزانه قهوه چنین تأثیر مخربی بر عروق خونی ندارد. قهوه به سلامت قلب کمک می‌کند. بر اساس جدیدترین تحقیقات به عمل آمده توسط دانشمندان انجمن سلامت قلب آمریکا و دانشکده داروسازی کلرادو، اشخاصی که به مقدار زیاد قهوه مصرف می‌کنند، قلب سالم‌تری هم دارند. در مورد قهوه و مضرات و فواید آن همیشه خبرهای زد و نقیزی منتشر می شود. برخی می گویند که این نوشیدنی خوش عطر و دوست داشتنی برای افرادی که به اضطراب و تشویش بالا مبتلا هستند مضر است و بعضی دیگر اعتقاد دارند که نوشیدن قهوه در طول روز موجب افزایش تمرکز، خلاقیت و حتی از بین بردن افسردگی می شود. اما این بار نیز آزمایشی مبنی بر مزیت این نوشیدنی صورت گرفته و ثابت کرده که هر چه قهوه بیشتری مصرف کنید قلب سالمتری نیز خواهید داشت. به ادعای محققان یاد شده نوشیدن هر فنجان قهوه در طول روز تا 8% از بیماری‌های قلبی و احتمال سکته می‌کاهد. از پودر قهوه دم کشیده می‌توان به عنوان کود کشاورزی استفاده کرد. بسیاری از باغبان‌ها از پودر قهوه استفاده شده برای کود گیاهان استفاده می‌کنند. پودر قهوه حاوی مواد مفیدی مثل فسفر، پتاسیم، منیزیم و مس است و بعد از تجزیه شدن در خاک نیتروژن آزاد می‌کند. قهوه برای گیاهانی که
شیفته اسیدها هستند. به ویژه گیاه آزالیا مفید است و اگر پودر قهوه‌ای استفاده شده را در اطراف ریشه آنها بریزید رشد بیشتری خواهند داشت. علاوه بر این می توانید باقی مانده قهوه را رقیق کنید و آن را مستقیما در گلدان گیاهتان بریزید. خیلی ممنونم که همراه فارسی مدیا بودید. امیدوارم اطلاعاتی که در رابطه با قهوه در اختیارتون گذاشتیم براتون کاربردی باشه. شب و روزتون خوش.